سلام، خوبین بچه ها؟ خوش اومدین به سوز پنج. یه سوالی راجب صدا، خوبه همه چی؟ صدا خوبه؟ اوکی، پرفکت. خب من قبل از اینکه کامنت ها رو ببندم یه توضیحی راجع به تمرینه امروز بدم. دو بخش داریم، بخش اول قدرتیه و بخش دوم کاندیشنینگ طبق معمول. و اینکه من یه جفت دمبل کافیه کلن برای تمرین ها و دمبل سنگینیش هم متوسط باشه، حتی سبکم اوکیه. قسمت اول هر تمرین رو یک دقیقه انجام میدیم، هر ماکسیموم تعدادی که بتونیم تو بازه یک دقیقه انجام بدیم. 9 تا حرکت و بینش هم 15 ثانیه استراحت بین هر حرکت. و حرکت هم ترکیبی از بالاتنه، پایینتنه، نشسته، ایستاده، اینا هستش. قسمت دوم با دو تا که کاندیشنینگه با دو تا تاباتاه و بعد یه دونم امرپه که خیلی فانه. من عاشق بخش آخر تمرینات امروزم. خلاصه امروز قراره از گناه های شما پاک بشه و گناه های من اضافه بشه بابت تمرین سختی که دارم امروز بهتون میدم. ولی اوکی، من دوباره سه تا ورژن مبتدی، متوسط، پیشرفته رو میگم و اجراهام سعی میکنم که همین به این شکل متنوع باشه. و اینکه بریم که شروع کنیم. با اجازه کامنت ها بسته، آماده باشین بیاین. خب ساعتاتون هم اگه میخواین بزنید میتونین روی همون های اینتنسیتی اینتروال ترینینگ بزنید. با اینکه قسمت اول استرنگثه، من خیلی دوست ندارم حالا وسط ساعتتو خاموش کنی بعد یه ورزش دیگه انتخاب کنی. خب بریم کمی درجا بزنیم. دست بالا پایین. دایره سمت جلو، دایره به سمت عقب. خب پا رو باز کنین، خیز برمیدارین به سمت جهت مخالف و میاید وسط. اون یکی سمت، یه دست میره سمت زمین، یه دست میره سمت سقف. میریم برای استرچ همسترینگا. میرید پایین، میایید بالا. یه پا رو پاشنه، یه پا روی کامل رو زمینه. خب بریم شروع کنیم. من تایمر رو میزنم. حرکت اول اگه مت دارین از متتون میتونین استفاده کنید. حرکت اگر مبتدی هستین میتونید پوشاپه، میتونید پوشاپتون رو روی در واقع یه سطح مرتفع برین. اگه متوسط هستین میتونید از زانو استفاده کنید و پیشرفته هم که بدون کمک زانو. و این حرکت رو ما ترکیبش میکنیم، چون یک دقیقه پوشاپ خیلی میتونه فرسایشی باشه، ترکیبش میکنیم با تو تاچ. قبل از اینکه تایمر رو شروع کنم نشونتون میدم. در واقع مثلا ورژن متوسط پوشاپ رو میرین، میایید بالا، میرید سمت با دستتون سمت پای مخالف. اوکی؟ اینو به مدت یک دقیقه انجام میدید. بعد 15 ثانیه استراحت. حرکت بعدی پاهاتون رو باز میکنین. اگر مبتدی، اگر پیشرفته و متوسط هستین این شکلی حرکت رو انجام میدین.
پیشرفته به این شکله. متوسط با یه دمبل، مبتدی پاهاشو میتونه جمع کنه و حالا یا با یه دمبل یا یه جفت بره. اینم زیپرسه. بقیه حرکت ها رو بذارید من وقتی که شروع کردیم بهتون نشون بدم، چون یادتون میره. اوکی، بریم که من تایمر رو بزنم. اوکی، سیم آپدیت روتین. خب آماده بشیم بریم تو پوزیشن پلانک. این 15 سکندز میریم ماکسیموم تعدادی که تو بازه یک دقیقه میتونیم پوش آپ تو تاچ انجام بدیم. پس هر کسی با پیس خودش بره، لازم نیست که دقیقا تعداد تکرارهای همه یکی باشه. 2 1 برو بریم. پوش آپ تو تاچ، پوش آپ اون یکی سمت، میتونید از زانو برید. بچه های مبتدی اگر از این سطح مرتفع استفاده میکنن میتونن دستشون رو به سمت زانو ببرن به جای بیه، اصلا نمیشه به سمت نوک انگشت های پا ببرن. Keep going. اون زهستانیه. پنج و ریلکس. خب بریم سراغ حرکت بعدی. پا باز، سرانگشت پا به سمت بالا، به سمت سقف، پشت پا کاملا رو زمین باشه. 2 1 بریم. مهمترین فاکتور تو این حرکت اینه که ستون فقراتتون کاملا عمود باشه، کمرتون گرد نشه، به سمت عقب متمایل نشین. هر جا وسطش احساس و فشار کردیم میتونید دوتا دمبل رو تبدیل به یه دمبل کنید. من خودم از تمرینات دیروزم مهتاب حسابی بازوام گرفته. 15 10. سه. مرسی. پاشیم بایستین. میریم برای پالس لانج به نیاپ. یه پا جلو، یه پا عقب، پالس پالس، زانو رو میاری زانوی عقب رو میاری بالا. بریم. پالس پالس نیاپ، پالس پالس نیاپ، نیاپ. توی حرکت لانج پای جلو کاملا باید پاشنه‌اش با زمین در تماس باشه، پای عقب روی پنجه هستش. Keep going. 20 ثانیه. 10. و ریلکس. خب من تایمر رو استاپ میکنم، شما آب بخورین، من بهتون حرکت بعدی رو توضیح بدم چون یکم حرکت جدیده. خب دقت کنین، توی این حرکت ما یه جلو بازو داریم، درسته یادتونه؟
اینجا این جلو بازو متفاوته. به جای اینکه دستتون جلوی بدنتون باشه، میکشید عقب کنار بدنتونه و حرکت در راستای بدنتونه. انگار یه دیواری جلوتونه و دستتون جلوتر نمیتونه بره. خب بازو البو هم آرنج هم به سمت دو طرف بیرون نیست، داخل، دستتون کنار بدنتونه. خب این شکلی احتمالاً یه کشیدگی توی عضله‌ای که سرشونه رو به گردن وصل می‌کنه احساس می‌کنید. طبیعیه، نگران نباشین که فکر کنین حرکت دارین اشتباه انجام میدید. اما اگه این در بیا تو قسمت گردن، یعنی وزنتون سنگینه و وزن رو سبک‌تر کنید. و اگه وزن سبک‌تر ندارید، حرکت رو عوض کنید و جلو بازوی عادی برید. اوکی؟ دستا به سمت بیرون، آرنج میره عقب، دمبل میاد در راستای دو طرف بدن. 3 2 1 بکش بالا و پایین. عجله نکن، شونه ها میره عقب. برکلا. رنج حرکتی تو این حرکت محدودتر از بایسپ کرل عادیه، برای همین فشار بیشتره. 20 ثانیه. ده. اوکی. ریلکس. خب همه حرکت لانج بود. هر پایی که جلو بودش الان عوض میکنید، اون یکی پا رو میارید جلو، دوباره میریم برای پالس و نیاب. alright get ready و برو. پالس نیاب. کلا. کیپ گو. سرعت حرکت ها با میزان توانایی خودتون تنظیم میشه. 10 ثانیه. 1 دقیقه شماست، 1 دقیقه من نیست. 3 2 و ریلکس. خب دیدلیفت تو آپرایت رو. یه ددلیفت انجام میدیم. برو ددلیفت. بالا که اومدی دست رو میکشی به سمت قفسه سینه. ددلیفت، دست رو کش بالا. آرنج میره عقب. کیپ گوینگ. برای این حرکت اگر دسترسی به دمبل سنگین داشتین میتونید سنگین تر برید. Keep going. بریم. ده ثانیه. کمر صاف، لگن رو میکشی عقب و ریلکس. خب حرکت بعدی کرتسی لانج پالس هستش، به دواقع سایت کیک. یه پا رو عقب به صورت اوریب میبرید، فاصله بین این دوتا پا به اندازه کافی باشه، پای روبرو. برو پالس کیک.
پالس کیک. بدنتون به سمت روبروه، پای جلویی هم زانو و سر انگشتای پا به سمت روبرو. پالس پالس، عجله نکن، تمرکز. لازم نیست منو نگاه کنی، زمین رو نگاه کن که تمرکز داشته باشی. حرکتی که یاد گرفتی دیگه منو ایگنور کن، چون هی میخوای با من هماهنگ شی تعادلت به هم میخوره. کیپ گوین. 15 5 اوکی، ریلکس. میریم برای بنت اوور رو. هر جا کمر احساس فشار کردین پا میشین صاف وای میسین، یکم رست میگیرین، دوباره میرین تو این پوزیشن. بریم، دستو بکش به سمت باسن، نه به سمت بغل سینه. آرنجت هم به سمت داخل باشه در راستای بدن. بالا که آوردی یه مکس، آروم بیار پایین. بالا مکس، بیار پایین. سرشونه ها به سمت زمین نیفته. هر جا کمرت احساس درد میکردی صاف شو، دوباره رزیوم کن. پونزه ثانیه. این آخرین حرکته. ببخشید، نه، بعدشون یکی کرتسی لانجه و بعد تموم میشه راند اول. تو و ریلکس. خب میریم اون یکی پا، فاصله ایجاد کنا که بتونی بری پایین. پای جلوی از زمین بلند نمیشه، برو بریم. پالس پالس، نی ریز. تعادلتو حفظ کن، عجله نکن. هر جا خواستی اون یکی پا رو زمین بذار، برای اینکه تعادلتو دوباره پس بگیری. زانوی جلویی چپ و راست نمیشه، ثابت بالای مچ پاشه، مچ پای همون مچ پاته. 10 seconds. Got this. و ریلکس، یه دقیقه استراحت، آب بخور. یه راند دیگه هم اینو میریم. اوکی، حرکت اول push up to toe touch. Okay, in 15 seconds. بیا روی متت، لول پوش اپ تو انتخاب کن. یه دقیقه توه، یه دقیقه شمسی خانوم و اینا نیستش. 3 2 1 برو. خودتو فقط با خودت مقایسه کن، راند اول تو با راند دوم تو. ببین راند اول توجه کن این حرکت رو چجوری میرفتی، الان چجوری میری. تکنیکت بهتر شده، ماسل مموری عضلات حرکت رو یاد گرفتن، یا نه خسته تر شدی، افت داشتی. هر دوتاش اوکیه، هر دوتاش طبیعیه و قابل پیش بینی. هیچ چیز عجیب غریبی نیست، هیچ ضعفی رو نشون نمیده.
It's just a fact. که راند دوم ممکنه خسته تر باشی. But it's okay. کیفیت رو نگه میداری اما آرومتر انجام میدی. زانو تو میذاری زمین. بریک میگیری. 5 seconds left. و ریلکس. اوکی. میریم برای زی پرس. پاها باز. من با یه دمبل میرم. و برو بریم. بیانسا راند اول اینو دوتایی رفتم. ها راند دوم خستم. تنبیه که نمیخوایم بکنیم خودمونو با ورزش. میخوایم خودمونو قوی تر کنیم. ورزش های این مدلی باید حکم جایزه و همون سلف کیر داشته باشه. پشت صاف. این که پامونو باز کردیم ما رو مجبور میکنه که فقط از بالاتنه استفاده کنیم. هیچ عامل دیگه ای تو حرکت کمکمون نکنه تقلب بشه. اوه. چهار. و ریلکس. اوکی. گت اپ. پالسینگ لنج. نی اپ. آماده. و برو. پالس. پالس. اپ. مثلا تو این حرکت احساس میکنم اوکی هم که حتی یه وزنم دستم بگیرم. بیا یه حرکت آسونتر مجبور شدم برم مثل حرکت قبل. این حرکت دیدم I'm fine. میتونم دمبلم بگیرم. من هر موقع که استرس ماراتون و شیکاگو رو میگیرم هی به خودم میگم بابا سبخ، این در نهایت یه ایونت فانه، امتحان و کنکور که نیست. ریلکس، حالش رو ببر، کیف همش به اکسپریانسش فکر کن، به فانش فکر کن. خب بس ببینم. آها درگ کرله رایت؟ اشتباه نرم. آره حرکت حسب بکنم. دست رو کشی عقب. برو بریم. آره من تو دوران تحصیلم هم این شیفت پرسپکتیو رو خیلی تمرین میکردم. مثلا ترم جدید که میخواست شروع شه اولش با حجمی از استراب و نگرانی و ترس بود. بعد یه لحظه میگفتم واسه تو ببینم قراره تو ترم جدید کلی چیز جدید یاد بگیری، تکنیک های طراحی جدید، نرم افزار جدید، چرا الان استرس داری؟ باید اکسایتد باشی. و اصلا دنیام زمین تا آسمون متفاوت میشه. راجب ماراتونم الان اینجورم بابا بعدش میخوای بری پارتی کنی. اوه استرس نداره و ریلکس. آره همش این ترس از شکسته. یه جایی میخوندم 5 4 3 2 1 پارو عوض کن تو بهت بگم. یه جا چی میخوندم؟ یه جا میخوندم که یه خانومی بود، دقیقا یادم نیست چه موفقیتی کسب کرده و باش مصاحبه میکردن. باباش هر روز وقتی این از مدرسه میومد ازش میپرسید خب دخترم بگو ببینم امروز چه شکست هایی خوردی، و بابت شکست هاش بهش جایزه میداد. آفرین. واسه وقتی یه روزی شکست نمیخور میگو خب چیزی یاد نگرفتی. باحال نیست؟ یعنی عالیه. اینجوری که همیشه شکستات رو
یک موقعیت طلایی میدونی. خیلی خفم بود. برو 15 10 و ریلکس. اوکی، دد لیفت تو اپرایت رو. 3 2 1. ببینی این چیه؟ ما همیشه فکر می‌کنیم مرغ همسایه قازه. مثلا شما دیسیپلین و سخت‌کوشی و اینای منو می‌بینین، میگین ای کاش مثلا من این دیسیپلین رو داشتم. بعد من آسون گرفتنه شما رو می‌بینم، میگم وای منم می‌خوام، منم می‌خوام که یکم بتونم مثلا شل کنم. در نهایت خیلی خوب آدم روی خودش متمرکز باشه. این مقایسه هم میکنی؟ کاری نداری که، با یه هفته پیش خودت مقایسه کن. اگه یادت میره بنویس. یه هفته پیش اونجا من با اینکه خسته بودم اما به خاطر ایگو این کار رو علکی پوش کردم. ریلکس. این هفته به جاش وقتی خسته شدم وا دادم. Good job to me. پروگرس دیگه. واسه من یه همچین چیزی مثلا یک پروگرسه. خب. 2 1 برو. پالس پالس بوم. تراپیست هم میگفتش که خب این نمونه هایی بگو از این که تو به خودت سخت نگرفتی. گفتم آره، چند روز پیش چراغ دستشویی روشن بود، نرفتم خاموشش کنم، گذاشتم روشن بمونه. مرده بود از خنده. ولی واقعا از اون پوین برای من مثلا این که یه چیزی بدونم بعد اصلاح شه ولی اصلاحش نکنم یه پروگرس بود. برو بالا. اوه 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 واسه من که داره میسوزه. تمرینه دیروز هم آخه هست. 3 و ریلکس. خب چی بود؟ بنت اوور رو. 3 2 و برو. داون داون. جنگه مگه دوباره می آفرین. کمر خم نباشه ها، قوز نکنی ها، پشت صاف. آفرین. 15 امین حیایی. 10 و ریلکس. خب اون یکی کرتسی رو میریم، بخش قدرتیمون تموم میشه. 3 2 let's go. پالس پالس. Going.
20 ثانیه. پنج. هر بو ساعت نگاه کردم تعادلم به هم خورد. و ریلکس. اوکی. کناتونو بلرزونی. گرفتگیه بره. اوکی گایز اند گرلز. خب با توجه به تایم من فکر کنم که تاباتا رو میخوام بکشم بیرون از این تمرین امروز. یا چون که واقعا همین آخر رو دوست دارم. 12 دقیقه است. 60 ثانیه های امرپتوره. توی 60 ثانیه دوباره بهتون میگم. ببین من چون اینو 10 بار برای طراحیش انجام دادم خیلی از شما اینو سریع‌تر انجام میدم. برای همین شما منو نگاه نکنید. حرکتی که یاد گرفتین تایممون رو با هم شیر میکنیم. اینکه چند راند من تو 60 ثانیه میرم اصلا ملاک قرار ندیم چون گیج میزنیم. خب یه دونه کلن دمبل میخواییم. آره یه دونه دمبل. دمبلی باشه که کامفتبل باشیم باهاش ببریدش بالا سرتون. You got it؟ وقتی میخواد دمبل ببره بالا سر یکم باید رو وزنش حواستون باشه. مثلا چم اینو نمیدونم اینو تا وقتی که تو محدوده بدن دمبل و بالا نمیره You're fine. مثلا تو اگه نتونی جلو بازو بزنی nothing happens. میذاری کنار سبوکن. اما بالا سر یه چیزی رو ببری که زورشو نداری یه کمی ریسکیه. خب یه دونه دمبل بیشتر نمیخوایم. Listen to me carefully. میایم بالا سر دمبل وای میسیم. یه رقصی رو میخوایم انجام بدیم. دوروبرتون هم باز باشه. اوکی. با حالت اسکوات دمبل رو برمیداری. میای بالا. دوباره میری تو اسکوات کلین میکنی. دوباره میری تو اسکوات سنچ میکنی. تو همین حالت میمونی پای مخالفت میره برای بکوارد لانج. میاد بالا. دمبل رو میاری پایین. میذاری زمین. اگر دمبلت استیبل و گرد نیست دستت روی دمبل بمونه. اما اگر گرده و آن استیبله دست رو بذار کنارش. تو این پوزیشن میری توی حرکت بریک دانسرز. دوباره یه دستم روی دمبله. این اختلاف صد خودش یه چیزه ها چلنجه. و پا رو میدی عقب تبدیلش میکنی به پوش آپ. خب این رقص رو تو بازه 60 ثانیه هر چند راند که بتونی. احتمالا راند اول دوم شاید یکیش هم نتونی تموم کنی چون گیج میزنی. اما یهو واسه جا میفته. من یکم رو ببرم عقب. Alright, get ready. You're gonna have so much fun. خب آماده شیم. بعد از اینکه یه دقیقه تموم شد 30 ثانیه استراحت میکنیم و بعد میریم راندهای بعدی. Hold on a second. Actually, I gotta do 60. Damn it. خب استراحت کنی. کمتر شاکیشیم بدن از من. Same. چون نخوبه. Update routine. Alright, sounds good. آماده این؟ خب این 15 seconds. من بلند اولی رو میگم. دمبل رو زمینه بالا سرش باشید. به حالت اسکوات میرین سمتش. خم نمیشین. همه بلده مثل یه ورزشگاه. 2 1 برو آقا. یه اسکوات ساده بعد کلین دوباره اسکوات سنچ. نگه دارین جا پای مخالف بکوارد لانچ. بیا بالا. برو برای بریک دانسرز. پوش اپ. دوباره بیا. اسکوات. کلین. سنچ. بکوارد لانچ.
دست رو الان عوض نمی کنیم ها. راند بعدی دست عوض میشه. بریک دانسرز. عجله نکن. ده ثانیه مونده. سه. اوکی ریلکس. باریکلا. هیچ اشکالی نداره رانده اول دست و پاتون به هم گره بخوره، قاطی کنید، راه میافتیم. اصلا نگران نباشیم. 12 دقیقه اینو قراره انجام بدیم. At some point براتون جا میافته. 10 seconds. برگرد. سه، دو، یک، let's go. Squat. کلین. Snatch. Hold it. Lunge. Break dancers. Two. Push up. And again. Clean. Snatch. بعد با من چرا دستم رو عوض نکردم؟ ساری بچه شما عوض کن. از الان رو بده عوض کن. Keep going. 10 ثانیه مونده. هر جای حرکت که هستین فقط واسه لانجت پای مخالف دستی که بالاست بره عقب و ریلکس. اوکی. راند سوم دستتو یاد باشه عوض کنی. من حواسم نم. خواستی هم آب بخوری؟ Go for it. تن سک. یه بالا سرش. دمبل. سه. دو. یک. Go. Squat. Up. Squat. Clean. Squat. Snatch. Hold it. Lunge. Break dancers. من دیگه بلند نمیگم که شما پیس خودتون رو برید. بیستانی. ده. استراحت. خب. اوکی. Good job. آب بخور. دستتو عوض کن. Come back. واسه بالا سر جنازه دنبلت گفتم گناه های شما پاک میشه. بریم. اسکوات. کلی. اسنچ. بکورد. یه پایین. اینجا معمولا اونجایی که سرعت ها اختلافش چشمگیر میشه. ثانیه. پانزده. و ریلکس. سران رفتم.
خب اوکی We still gotta do more. بیا بالا سرش. دست رو عوض میکنیم. چهار، سه، دو و برو. How's it going? باریکلا بهت. ده ثانیه. پنج، و ریلکس. خب مردم به حضورتون، این راند آخره. آره اوکی. پنج، سه، دو، برو. سکوات، کلی، سنچ، کیوم. باریکلا. منتظر کامنتاتون هستم و تمرین امروز خاطر انگیزه. ده ثانیه. ریلکس. واو. خب ساعت من 40 دقیقه 276 کالری نشون میده. آره دیگه نه تواتا تو ماچه. آره میذارم از تمرین بعدی. اوکی کن بریم. مری سرد کردم. بخواب. دو تا زانو رو بده تو شکم، یکی رو بده بیرون. اونی که داخله با دست مخالف از بیرونش بگیر. Cross it over your body تا جایی که میتونین به زمین نزدیک کنین، اما کتفتون از زمین جدا نشه. Hold it there. نفس بکش. خب پای زیری خم کن، دستتو برسون به نوک انگشتای پای زیری و به این شکل نگه دار. پرتزل. Hold it there. چقدر دوره. سه، دو، یک. اول پای زیری رو رها کن، بعد برگرد پوزیشن استارت. سویچ لگز، نیز این. Hold it there. Cross it over your body. اوخی اوخ. تق و توق میکنه. Close to the floor. خب ریچ کن برای نوک انگشتای پای زیری. آفرین. پرتزل. آفرین. قشن یه پیچی توی فیله های کمر داریم ایجاد میکنیم که پرشر رو
تخلیه میکنم، فشار. اوکی، ریلیز. پای زیری رو برگرد وسط، دو تا زانو رو جمع کن مثل گهواره به سمت راست و چپ. آخیش فیله های کمر رو قشنگ. صدا. خب پا رو بذار زمین، یه پا رو بنداز روی اون یکی پا، دو تا دستت کنارت، کف دستت رو زمین و اکچولی دستت مثل تی انگلیسی و این خیلی شبیه همون حرکت اوله، یه کوچولو نمیدونم به نظرم تفاوت داره. دو تا زانوهایی که رو هم دیگه هستش رو به سمت یه سمت به سمت راست راپ کن. دوباره ببینید من کتفم رو زمینه اما کمر و باسنم بلند شده. روزگار. بیا وسط، اون یکی پا رو بنداز روی اون یکی and drop it. And come back to the middle. خب اوکی آروم از بغل پاشین. کجام خیلی دورم. خب چیز کن، چهار دست و پا، دست زیر سرشونه، زانو زیر لگن، باسن رو بکش عقب، دست بده جلو، بالا که میای پای راستت رو بذار کنار دست راست. Like this. Good job. خب بازو و ساق پات و بغل ساق پات رو به هم بچسب. مثل بستنی دو قلو بود، این دوتا به هم چسبیده است. تو همین پوزیشن که هستی بو بیا عقب. اوخ مادر. تا جایی که میتونی برگرد بالا. عوض کن. بکش عقب باسنو. بیا بالا، پای چپت هم بیار. اگه لازمه پشت پاتو بگیر، با دستت کمکش کن که بیاد جلوتر. دوباره دست چپ و پا به هم میچسبن و بریم عقب. کف دست از رو زمین بلند نشه. پا و دستت هم از هم جدا نشه مثل بستنی و برگرد بالا. سویچ کن. دیگه نمیخواد باسنو ببریم عقب. پا رو بیار کنار دست راست، بکش عقب. آه چقدر این دفعه بهتر شد. بیا بالا یه بار دیگه، اون یکی پا. اوکی و خسته نباشین. من شد 296 کالری 45 دقیقه. عرضم به حضورتون که یه کوچولو ممکنه با تاخیر فیلم ویدیو بیاد روی صفحه، چون یه میتینگی دارم یکم دیگه و خوش بگذره. امیدوارم لذت برده باشین. تو کامنت ها به من تجربتون بگین و میبینمتون. بای بای.